الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام در تاریخ یک کاری کردن که نه از نظر ما مسلمون ها، حتی از نظر اجانب، نه سابقه داره و نه تا الان لاحقه. حالا ما مستقبل دنیا را نمیدونیم چه کیفیات و خصوصیاتی هست. بله، ما شیعه عقاید خاصی به نسبت به امام زمان صلوات الله علیه داریم، اما کلام در این است که حسب رأی دنیا پیغمبر شخص یک عالم تا الانه. حتی مسیحی ها، یه مسیحی کتابی نوشته حدود 10 سال قبل، نوشته 100 نفر هستند که شخص اول عالم هستند از تمام اصناف. بعد این ترجمه عربی شده، من عربیش رو مطالعه کردم، نوشته اول این 100 نفر پیغمبر اسلامه، که میگه در تمام دنیا از قدیم تا امروز 100 نفر اینها یک ها هستن. خودش مسیحی، اما حضرت مسیح را در اعداد بعدها ذکر کرده. نوشته پیغمبر اسلام، معتقد پیغمبر نیست، هم معلوم باشه مسیحیه، دیگه پیغمبر اسلام شخص یکه، یعنی اول شخص تو این کتاب اسم پیغمبر رو نوشته. یک قدری هم بیان میکنه چرا. به تصور ما صحبت، پیغمبر 4 تا کار کردن که این 4 تا کار را با هم، یعنی همش با هم، حسب اطلاعات ما و تاریخ، نه سابقه در دنیا داره و نه لاحقه. بله، یه افرادی یک کارش کردن یا 2 تا کارش کردن، اما 4 تا را، هر 4 تا را کرده باشه. اولش اینه که پیغمبر یه عقیده جدیدی آوردن به عالم و تا حالا عقیده اسلام یه عقیده جدیده. بله، ما مثلمون مثل اون ماهی دریاست که من قصه نقل میکنم که رفتن پیش بزرگشون گفتن آب کجاست. ماها چون در دستگاه اسلام چشم باز کردیم و انشاءالله چشم میبندیم، تصور نمیتونیم بکنیم این خصوصیات را، چون یه خصوصیاتی به مقارنه واضح میشه، تعرف الاشیاء به امثالها. عقیده اسلام تا حالا عقیده جدیده، یعنی این که تا الان مسیحیین و یهود که اینها عقاید توحیدی هستن، اینها بت دارن. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. همین تازه من گوش میدادم یکی از رادیوهای مسیحیین را که فارسی میخوند، اون آقایی هم که میخوند به نام کشیش مسعود بود، از فرانسه میخوند، میگو بله حضرت مسیح پسر خداست، با خیلی صراحت عین نص قرآن. به خطیب زبردستی هم بود، ایرانی بود. ما یه مذهبی، یه دینی نداریم که خدا را اینجوری معرفی کرده باشه مثل که پیغمبر معرفی کرده. تا الان تو تمام کلیسیه‌های یهود و نصارا حضرت مسیح عبادت میشه، حضرت عزیر عبادت میشه، اینا عبادت میشه تا الان. خب دیگه حالا برسیم آتش پرستا و بت پرستا و اینا که واضحه. یکی یه عقیده جدیدی تو عالم آوردن پیغمبر که تا امروز جدید عقیده، عقیده خدای یکتا پرستی. 2، پیغمبر یک شریعت نو آوردن، از شروع شده از کتاب طهارت تا کتاب دیات، در هر بابی پیغمبر حرف جدید داره که تا حالا دنیا هم چیزی نداره از طهارت داد دیاد داشته باشه. چون مسیحیت و یهودیت و اینها که به اعتقاد آقایونش اصلا اینا قانون نداره، قانون حیات نداره، قانون مربوط به خدا فقط داره. اینکه شریعت در هر بابی آورده باشه، از طهارت تا دیاد، خیلی حرف خیلی تازه ایه. تا الان هم تو دنیا این تازه است، چون نداریم دیگه یک چیز دیگه مثل اسلام، ما اینجوری نداریم. 3، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه امت درست کردن. امت یعنی آدمای مختلف را بریزن تو کوره یه جور درشون بیارن.
قومیات مختلف، مذاهب مختلف، جغرافیاهای مختلف، لغات مختلف، الوان مختلف، یه اسمشون امه. پیغمبر ریختن تمام افراد دنیای اون روز را و یک امت تشکیل دادن. تا امروز هم مسلمان‌ها یه دور امت هستن، هممون میدونیم این را. یه فروع فقهی خلافات با هم دارن مسلمان‌ها، اما منهج عام، صدقه عام، خف عام، روش عام، همش یه دور چیزه. از کنم یه اختلافاتی داره که به فضولی چجوره یا چجور نیست، اما یک امت پیغمبر تشکیل دادن، امتون واحده. این سیوم بود. چهارم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک دولت تشکیل دادن. خود پیغمبر دولت تشکیل. مثلا حضرت عیسی شبهه نداره عقاید جدید آورده بود به اصطلاح، اما این که دیگه حضرت عیسی دولت تشکیل نداد کسی ننوشت. یا حضرت موسی فرض بفرمایید دینش قومیه، به قول یهودی ها دین قومیه، قوم یهود. الان اگه کسی بره به یهودی ها به حخاماشون بگه ما میخوایم یهودی بشیم، میگه نه ابدا، ما فقط اولاد یعقوب، این دین مال ماست، خلاص. هیچ که حق نداره، همین که شعب الله المختار، حقشون هم از یهودی ها، یعنی حق عرفیشون. و قالوا نحن ابناء الله، اگر کسی پسر خداست منم میتونم پسر خدا بشم؟ نه، پسر خدا دیگه من نیستم. پس نمیشه غیر پسر خدا را انتخاب بکنن. تا الان هم یهودی ها عقیده همینه دارن که ما پسرهای خدا هستیم و سایر بشر اینا پسرهای خدا نیستن و لهذا حق ندارن غیر پسر خدا خودشو داخل پسر خدا بکنه. و قالوا نحن ابناء الله و احباؤه، هم خدا ما پسراش هستیم، هم خدا ما رو دوست میداره. تو قرآن هم داره، تا الان هم عقیده یهود همینه، یعنی همین اسرائیل عقیدش همینه، عقیده کتابای مقدسش همینه. تو رادیوشون هم گاهی اتم میگن. اگر رادیو فارسی اسرائیل را گوش بدید، در ایامی که دینیاتشون را میگه، یعنی گاهی وقتاشون دینیات میگه، این همین چیزی که تو قرآن به یهود نسبت داده همین حرفا رو میزنه، یعنی همین حرفا، این تغییر نکرد. پس پیغمبر یک امتیازی که دارن از قدیم تا امروز و به اعتقاد ما تا یوم یقوم الساعه حسب روایاتمون این است که عقیدت، شریعت، امت، دولت، هر چیز رو با هم تشکیل دادن. لذا پیغمبر یه شخصی تنهان تو تاریخ، بله حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، اینا انبیاء الله هستن، واجب الاحترام بر جمیع هستن، اما این کارا در خارج از پیغمبر اسلام صدور کرد. این چهار تا کار اونم با هم، مثلا گاندی آمد هند آزاد کرد به قول مشهور، اما چه کار کرد؟ هیچ کار. یک کشوری را که تحت استعمار بود از زیر استعمار درش آورد، این راست، حالا با کم و زیاداش، اما کوچیزای دیگه، عقیده جدیدی داشت؟ نه. شریعت جدیدی داشت؟ نه. امت جدیدی تشکیل کرد؟ نه. یک امتی را از تحت یک دولتی خارج کرد، یک دولت مستثمر. ولهذا پیغمبر یه شخص فریدن در تاریخ. و این که پیغمبر این چهار کار کردن، ما خب معتقدیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اما کلام در این است که خود روش و اسلوب پیغمبر یک روش راستی قائل بوده. اون روش اگر واقعا امروز هم ظهور پیدا کنه، باز ما نمیگیم مثل اون وقت میشه، اما باز اسلام خیلی جلو رو میشه. پیغمبری آدمی بودن مطمئن به خود و شجاع عجیب در کاراشون، چون کارا جلو برد خیلی شجاعت میخواد. اما این چراغه کم نور شده، یعنی ماها کم نورش کردیم، ماها مسلمون ها. اینم که اسلام جامد شده در دنیا، اسلام راستی پیشروی نداره در دنیا. گاهی از اوقات ما هممون یه روزنامه هایی میبینیم یا یه رادیوی میشنفیم که میگن فلان کس مسلمان شده، یه نفر آدم، دو نفر آدم، پنج نفر آدم، هفت نفر آدم، اینا مسلمان شدن. این حرف خیلی منطقی، خیلی خوشحالی هم داره، یه آدم هم مسلمان میشه خیلی خوشحالی داره. اما کلام در این است که بنده خودم یه روزنامه ای از کویت صادر میشه به نام القبس، اسمش اینه، روزنامه خیلی کثیرالانتشاری هم هست و تو تمام بلاد عربی اینام پخش میشه.
قبل از 2 ماه این روزنامه نوشته بود که مسیحیت در دنیا حسب آمار روزی 60,000 نفر مسیحی میشن. روزی 60,000 نفر. این کجا ما کجا؟ بله دو تا بهائی فلانجا، یه یهودی فلانجا، یه مسیحی فلانجا، اینا مسلمان شدن میشن. من خودم مظهر این را تو کویت دیدم، نه این حرف را، مظهرش را. حالا میگم مظهرش چجوری بود. مظهرش این بود که در کویت، یعنی اینا چطور پیش میرن. در کویت 100 تا دونه حسب احصای دولت مسیحی داره، فقط 100 تا دونه ها، یعنی 100، نه 100 خانواره ها، 100 عدد، 1, 2, 3, 4, 5 بیرون تا 100 تا. اون وقت این آقایون 100 عدد 26 تا کنیسه دارن. شیعه های کویت که ثلث بودن اون وقت که ما بودیم، یعنی 3/1 جمعیت کویت شیعه بود. اینا 3/1 شیعه 15 تا مسجد داشتن، یعنی بیشتر از 300,000 بودن اون وقت. 300,000 شیعه 15 تا مسجد، 100 تا دونه مسیحی، 26 کنیسه. این تو بلاد اسلامی هم هست، معلوم باشه، بلاد عربی اسلامی، من خودم اینو دیدمش. اون وقت کنائسشون، نه اینکه مسیحی ها میان اونجا، مسیحی ندارن که بیان، روزهای عطله اصلا غوغا میشه. شربت میدن، شیرنی میدن، بستنی میدن، کتاب میدن. من آمار این که چند تا مدرسه تو کویت دارن نه نمیدونم آمارش رو، چون این آمارایی که گفتم این آمارای هم دولتی بود هم ملتی بود، میدونیم اینها رو. اما چند تا مدرسه دارن من نمیدونم. فقط یکی از مدارسش رو خود من رفتم، به نام مدرسه تجر صباح، مدرسه مهمی بود. مدرسه زیاد دارن تو کویت، 10 تا 20 تا نمیدونم چقدر مدرسه. مدرسه فجر و صباحش من رفتم. اگر آقایون کویت رفتن، یه منطقه تو کویت به نام فححیل، منطقه اسمش فححیله، نزدیک اون منطقه بود. این مدرسه هم من داخلش رو دیدم، رفتم داخلش با اون آقای مربوط بهش صحبت کردم. یه دونه مدرسه شاید به قدر 50 برابر سحن حضرت معصومه بود، مدرسه فجر و صباح. پرسیدم چند تا شاگرد دارید؟ گفت 3,000 شاگرد دارید. اون وقت ماشینایی که بیرونش ایستاده بود که بچه‌ها رو بیاره و ببره، شاید حدود 100 ماشین بود. حسابش نکردم، خیلی صحرا ماشین ایستاده بود. مال بچه‌ها که ببره و بیاره. اون وقت من خودم مدرسه های شیعه کویت رفتم، خود من رفتم، به نام مسجد جعفریه. تمام مدرسه از این خونه کوچکتر بود. از اینجایی که نشستید شما. پرسیدم از مدیرش چند تا شاگرد، گفت 400 تا شاگرد داریم. یک مدرسه هم بیشتر نبود. من خودم اینو دیدمش. خب این چطور شده اینجوری شده؟ واقع این است که این چراغ اینجا هست، شب شما روشنش کردید قویه، روشنش نکردید ضعیفه، معلومه تاریک هست. وقت این یه جا نیست، چون من خیلی آمار جمع کردم حول این موضوع. در از عراق من آمار جمع کردم حول این موضوع ها، آمارایی که خودم مشاهدش بودم، خودم مربوط بهش بودم، به اصطلاح آمار اینجوری. خب چرا اینجوری شده؟ ما داشتیم در 35 سال قبل شاید از کاظمین اومده بودیم بغداد، از بغداد می‌خواستیم بیایم کربلا. پلوی چراغ سرخ روز بود، ماشینمون ایستاده، ماشین زیادی ایستاده بود، نزدیک جسر بغداد بود. بغداد بر نهر دجله، یعنی جسر هست، جسر خیلی قوی و گردن کلفت و اینها. دیدن بعضی آقایونی که عراق دیدن، گرما بود، شیشه های ما پایین بود. من آخوند بودم، پیدا بود دیگه، آخوند شیعه هم هستم، چون آخوند شیعه با آخوند سنی فرق داره هیکلش. آخوند سنی یک جور دیگه میپوشن عمامشون، اما سیاه نمیپوشن، همه سفید ثانی هم روی فینه میبندن عمامهاشون را. من اشتباه بودم پشت ماشین اون سائقم بود و یه نفر دیگه هم با ما بود. ما کلام در این است که ما داشتیم از اینجا عبور میکردیم، بایستاد ماشین ما، یه سلسله ماشین هم پشت سر ما. من نگام به جلو بود که کی چراغ سبز میشه بیریم. یه وقت هم یه چیزی پرید توی ماشین ما، نگاه کردم که دیدم اینقدر کتابه، یک مسیحی اینقدر کتاب ریخت تو ماشین ما.
وقت دیدم یه آدم با این مسیحیه هست، یه دونه عربانه داره به قول عراقی، یه گاری بزرگ داره، این پر کتابه، این مکلفه به اینه، هر ماشینی که اینجا وایسادی اینقدر کتاب بریزه تو ماشین، هیچ کار دیگه نداره. یه کتابای خیلی خوبی هم بود، شاید حدود 30-40 تا کتاب بود، جلدای خوب، کاغذای خوب، چاپای خوب. چطور شده اینجوری شده؟ قصه 35 سال قبله. واقع موضوع خود اخلاقیات پیغمبر. ما هممون میخونیم انک لعلی خلق عظیم، خیلی قصه های پیغمبر هم میگیم، اما واقعش اون اخلاقیات غریب پیغمبر این بود که اسلام رو اونجوری جلو برد. اونم چجور جلو بردنه تو این مدت کوتاه؟ 10 سال که مدت نیست اصلا. اون اخلاقیات الان در فرد ما ظاهر بشه، همونجور اسلام جلو میره. من نمیگم همونجور 100%، نه 5%، 10%، 15%، اینجوری جلو میره. یه چیزی که من اینجا ندیدم در ایران، شایدم باشه، اما در بلاد عربی این را دیدم. یک کسانی از ادبای عرب به اصطلاح اینها یک کتابایی نوشتن حول یکی جنگای پیغمبر، هر کدوم یه دونه کتاب، یک کتاب 300-400 صفحه، مثلا جنگ بعد یک کتاب 300 صفحه‌ای، من مطالعهش کردم، جنگ احد یک کتاب 300 صفحه‌ای، جنگ خیبر یک کتاب 300 صفحه‌ای، وقتی یه سلسله کتابه، به اصطلاح کل حرب کتاب. و واقعش کتاب‌های خیلی آموزنده‌ایه، من مطالعهشون کردم کتاب‌ها رو. یکی از جنگای پیغمبر همین فتح مکه، میخوام بگم اخلاقیات یعنی چی در جلو برد امت. یکی از اینا جنگ فتح مکه است که هممون شنیدیم قصه فتح مکه را. پیغمبر فتح مکه کردن، فتح مکه یه دونه کتاب حولش هست، یه کتاب 300-400 صفحه‌ای، اونم به قلمای زیبا. یه چیزی که ما کمبود داریم که حالا باز وقتش نیست بحثش بکنیم، بلای یه بحث کامل میخواد، اینه که واقعش اسلام را بر اسلوب روز ما ننوشتیم. نمیگم تصرف در اسلام کنیم، نه، محاسن اسلام را بگیم روز تصدیق داره محاسن اسلام را، مرادمون اینه، یعنی کلی اسلام را تطبیق بر روز بکنیم. این من یا ندیدم یا کم دیدم یا کم اطلاع هستم، اینجا نیست، یعنی حسب اطلاع کم من. بلاد عربی این کار را خیلی قوی کردن، یه جمعیات زیادی هست در اونجا، 100 نفر 50 نفر ادبا با هم جمع میشن، وقت یه سلسله کتاب می نویشن. چاپ هم در بلاد عربیه خصوصا در قاهره و بیروت خیلی سهله، فوق العاده سهله، چاپ و نشر و اینا زیاد داره اونها، که این بازی مبحث دیگه است. وقت کتاباشون چاپ میشه و پخش میشه، اونم پخش های زیاد میشه. در فتح مکه واقعا پیغمبر نه فتح، در اخلاقیاتشون معجزه کردن، اونم چه معجزه. من 2-3 تیکشی میخوام بگم تا ببینیم چطور شد اینجور شد اسلام پیش رفت و چطور شد ما 1500 میلیون مسلمون عقب افتادیم، حتی از اسرائیل عقبتر افتادیم در موازین دنیایی قصد بونها، معلوم باشه، نه موازین دینی، اون که واضحه، ما شبهه نداریم، مسلمان های خوب بسیار هستن، روحانی های خوب بسیار هستن، دلسوز بسیار هستن، اما صحبت سر خط عامه اسلامیین و مسلمین جهانه، نه صحبه سر یه منطقه خاص یا روحانیین خاص که ما هستیم، نه، صحبه سر خط عام. پیغمبر آمدن و خب مکه فتح شد. ابو سفیان 20 سال با پیغمبر جنگ کرده، 20 سال، اونم همه جور جنگ، جنگ تبلیغاتی، جنگ دعایی، جنگ سلاحی. پیغمبر با یه بساطاتی گفتن آزاد هستی برو فی امان الله، خلاص. بعد پیغمبر اتفاق افتاد، بلا فاصله از قصه فتح مکه جنگ حنین واقع شد. حنین یه جای نزدیک مکه است، انشالله اگر رفتید مکه بیرید حنین، اینها یه مواقع اثری پیغمبره که انسان باید بره اینجاها، خیلی اینا مهمه، خود رؤیت و کیفیت. جنگ حنین واقع شد، پیغمبر و ابو سفیان فرمودن همین جوری که لواء مشرکین دست تو بود و به حرب من می آمدی، میل داری لواء من هم دست تو باشه و به حرب حنین بریم؟ به هر چی گروه وردیم تقسیم. اینو شما حساب بکنید، رئیس کفر
پیغمبر ابو سفیان را بهتر از همه ما میشناختن تا اون روزی که مرد ابو سفیان، پیغمبر همینا رو میدونستن. چی گفتن پیغمبر؟ چرا اینجوری شد پیغمبر؟ پیغمبر همه هدفشون این بود که لا اله الا الله بره جلو، بت‌ها جمع بشه. حالا ابو سفیان آدم خوب میمیره یا بد، تو قرآن خدا گفت انت علیهم مسیطر، گفت به تو مربوط نیست، تو کار خودتو بکن. تذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. یه آیه دیگه داره ما انت علیهم بجبار. یه آیه سیوم داره لا اکراه فی الدین. چونه باید بگی؟ حالا کسی قبول کرد نکرد، سبیل آب سبیل تو سن حضرت معصومه، کسی خورد خورد نخورد به من چه مربوطه؟ من کار خودم کردم. پیغمبر گفتن خب با چقدر آدم میای؟ گفت با 2000 من دارم. اصلا گفتن بیاید. پیغمبرم 10000 داشتن، 12000 شد آدم. 12000 آدم شد به جنگ حنین رفتن. حالا یه تیکه دیگه از جنگ حنین میگم، باز ببینید چه اخلاقیاتی. ما آقا با رفیقمون نمیتونیم بسازیم، با همسایه‌مون نمیتونیم بسازیم، با پسرمون نمیتونیم بسازیم، با دوستمون نمیتونیم بسازیم. این آقا آمده با بدترین دشمنهاش با این بساطت و سادگی ساخته، با این سادگی. اینا خیلی فکر میخواد. تفرق ما، تشعب ما، ضیق صدر ما، تنگ سینگیمون، هی اون خوب نیست، اون بده، اون فلانه، این بیساره، اون چرا همچی گفت، این چرا پا نشد، اون چرا نشست. یعنی همش تو این فکر را هستی. این فکر نمیذاره آدم جلو بره. پیغمبر اسلام در حالا میره برمیگردیم به قصه، در اون مدت کوتاه از تمام شرق اوسط بت رو از بین بردن. این هند 1000 سال دست حکام اسلامیین بود، بعضیشون شیعه بودن بعضیشون سنی بودن. در این 1000 سال تا امروز پر بت هند، پر بت. در هند حسب یک آمار 1 میلیارد بت هست، 1 میلیارد. آخه اگه پیغمبرم فکر مهاره می کردن، پیغمبرم ماها بودن. ما فکرمون فیه نظر شده، فکر ماها مسلمان ها فیه نظر شده، همش در یک دائره تنگ، تنگ سینه ای، تنگ فکری، تنگ روی، همش تو این دائره حفر می کنیم. بی همتی. یه شاعری در رسم پیغمبر گفته لهو هممون لا منتحال کباره ها و همته الصغرا اجل من الدهری. واقع خیلی راست گفته. میگه یه پیغمبر یه همت هایی داشتن که بزرگاش اصلا انتها نداره، همت کوچیکش از تمام کون بزرگتره. لهو هممون لا منتحال کباره ها و همته الصغرا اجل من الدهری. همت قلبی بود یا همت عملی بود؟ آقا دیروز فلان آدمه، یک کسی نشسته بود پیش من در این همین اتاق قبل از مدتی با یه تفاصلی گفت فلان آدم یک کلمه خشنی درباره من گفت 30 سال قبل، من تا حالا واسش ترحم هم نمی کنم چون مرده. این فکر میتونه پیش بره تو دنیا؟ این فکر میتونه آدم ها رو جمع کنه تا حول خودش؟ میتونه؟ یه قصه خیلی جالب این وسط میگیم، برمیگردیم به قصه حنین. بعضی مورخین نوشتن معاویه اسلام آورد، پیغمبر عباسو از دوشون برداشتن دادن بهش هدیه. پیغمبر معاویه رو خیلی از ماها بهتر میشناختن من اولیه الی آخره. بعد یه روزی آمد یه کاری کرد، چون معاویه هم در جنگای پیغمبر شراکت میکرد با یه تفاصیلی. پیغمبر یه جنگی کرده بود، اینها نمیدونم چه کار کرده بود، اینه ننوشتن مورخین که چه کار کرده بود معاویه. پیغمبر پیرهنشون کندن بهش هدیه دادن. بعد یه چند روز گذشت از این قصه، قصه سیومش اعجبه. معاویه به پیغمبر گفت یا رسول الله، شما به من عباتونو دادید، پیرهنتونم دادید، خواهش میکنم زیر جامتونم به من بدید تا من وقتی مردم بگم تمام اینها را بر بدنم بکنن. معاویه معتقد به پیغمبر بود مثل که ما هم معتقد به پیغمبر هستیم. تو قرآن خدا فرموده و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. پیغمبر گفتن اشکال نداره، من میرم خانه کسی زیر جامم در میارم وسط میفرستم. پیغمبر رفتن تشریف بردن منزل، زیر جامم در آوردن وسطش فرستادن. بعدم معاویه وقت مردنش وصیت کرد که این زیر جامه پیغمبر رو پای من بکنید،
پیرهن پیغمبر را بر من بکنید، عبای پیغمبر را رو دوش من بندازید. تاریخ داره. ببینید چه اخلاقیاتی؟ چه اخلاقیاتی؟ وقت ماها ببینید چه اخلاقیاتی؟ وقت مقارنه کنید. ببینید اسلام حق داشت اون روز پیش بره؟ امروز حق داره اسلام پیش نره یا نه؟ چرا مسیحی ها پیش میره؟ در جنگ فتح مکه، خیلی از قصه ابو سفیان، یک آقایی بود، این وزیر جنگ کفار بود. این از آدمای بود ضد پیغمبر، خیلی شدید و وزیر جنگ، به نام صفوان ابن امیه، اسمش مشهوره. وقتی پیغمبر فتح مکه کردن، این رئیس جنگ بود، 10 سال به پیغمبر جنگ کرده بود و سلاح مال این آقا بود، مال صفوان ابن امیه. یعنی سلاح را این میداد. وزیر جنگ اون روزا نه یک شکل بوده، حالا ها وزیر جنگ میاد و میره، موظف تو دنیا، اینا وزیر دفاع بهش میگن. اما اون وقت وزیر جنگ یعنی یک دونه شیخ عشیره که سلاح داره، شمشیر داره، تیر داره، نیزه داره، تمام مسائل داره. این اسمش دیگه وزیر جنگ اون روز اینجوری بوده، یعنی وزیر جنگ اون روز این نه بوده. این آقا 10 سال با پیغمبر جنگ کرده بود. 10 سال قبلا هم زد پیغمبر بود، فحش به پیغمبر میداد، اهانت میکرد پیغمبر را تو مکه. پیغمبر وقتی آمدن، صفوان دانست مکه رسیدن، دانست صفوان که قطعا این کشته میشه، فرار کرد، رفت تو جبال و خودش قایم کرد از دستگاه پیغمبر مکه، همون فتح مکه. یک کسی از رفقاش قصه های راست پیغمبر را که دید، آخه قصه راست و دروغش پیداست، نیت هم حتی راست و دروغ داره. گاهی وقتا آدم ظاهرش اینجوریه، آدم خوبم هست، اما واقعش اینجوری نیست. پیغمبر صاف مثل آینه راست. این آقاه که معرفین اسمش نوشتن، دید اسلوب پیغمبر را. صفوان رفیقش بود، صفوان فراری تو کوه ها، آمد پیش صفوان گفت بابا این پادشاه نیست، ملک نیست، این آدم تازه‌ایه، من میرم از برای تو ازش امان میگیرم، برگرد به خانه و زندگی. گوش داشت صفوان چیزی نگفت. آقای رفیق آمد مکه، به پیغمبر فرمود یا رسول الله شما از همه عفو کردید، از صفوانم حاضرید عفو کنید؟ پیغمبر فرمود بله حاضر هست. شما این قیاس بگیرید با نظرهای تنگ ماها که با رفیقمون نمیتونیم بسازیم ها، ببینید راستی فاصله از اینجا تا آسمون بیشتر هست یا نیست. فهم همون بالا 10 سال، نه اینکه خودش آدم کشی کرده، به شخص رسول الله صدها اهانت کرده، خیش قومای پیغمبر اینا کشتن، خونه هاشون رو مصادره کردن، فحش دادن، کذابش گفتن، ساحرش گفتن، همه چیز همینه که میدونیم. پیغمبر با یه سادگی فهم همون بالا ازش عفو میکنه، بیاتش بو بیاتش کل نداره. خب چون پیغمبر پیدا بود راست میگن دیگه، پیغمبر از بچگیشون صادق امین معروف بود. این آقا آمد و رفت تو کوه ها، همون جایی که بود، کجا بود گم کرده بود خودش را، به صفوان گفت که رفتم از پیغمبر از برات امان گرفتم، بیا. صفوان اصلا این حرف قابل حقم نیست، قابل باور نیست. صفوان بهش گفت تو دیوانه هستی؟ گفت چطور؟ گفت این شخصی که من 20 سال باهش جنگ کردم، اول جنگ سرد مکه، بعد جنگ گرم مدینه، این معقول از من عفو بکنه؟ آقای واسطه گفت من به شما گفتم این یه آدم عادی نیست، این یه آدم الهیه، یه جور دیگه است این آدمه. گفت من باور نمی کنم. گفت یک صورت من باور میکنم حرف را، که این به من امان بده، غدر میکنه، میکشه میکشه، عادت ملوک همین بوده، ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. گفت خب چه صورتی باور میکنی؟ گفت برو عمامه پیغمبر را بگیر، علامت امان. گوش کن، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله همین بارا، حال 2 روز 3 روز 5 روز چقدر راه بوده نمیدونم. گفت یا رسول الله آقای صفوان میترسه از شما، میگه شاید اومدم منو بعد به عباس گفتید کتاشو ببند، عباس گفتید حرف من هم معلوم باشه، گردنشو بزن. تو منصور و مأمون و اینا خیلی این تاریخ هست به اصطلاح.
این گفته آقای صفوان گفته اگر عمامه پیغمبر را آوردی من میام، اما به صفوان گفت به شرط که من اسلام نمیارم ها. نخیال کنه پیغمبر من اسلام میارم، من معتقد بهش نیستم که مسلمان بشم، فقط من ملاحظه میکنم، مهلت میخوام چند ماه مطالعه کنم ببینم راست میگه یا دروغ میگه تا اسلام بیارم. پیغمبر اون شرط رو قبول کرد، آمد پیش پیغمبر و قصه صفوان رو گفت پیغمبر. پیغمبر گفت من عمامه این عمامه بگیر ببرمش، از سر مبارک رو برداشتن حالا یه عمامه دیگه بیارن، اما اصلا همون جو اصلا سرشون برهنه کرد گفت میگه ببرمش. این عقلیه تونست ببره پیش اسلام رو. گفتن اما این که اسلام نمیاره من مانع ندارم بیاد مطالعه بکنه، این کلمه من حالا اکراه فی الدین ها اونجا تو روایتش نداره، بیاد مطالعه کنه ببینه اسلام حق حق باطل قبول بکنه. ما اکراه نمیخوایم کسی رو بکنیم بر دین. این رفت به صفوان گفت، صفوان راستی تعجب کرد، راستی هم تعجب داره قصه، آمد مدینه، بعدم از مخلصین مسلمان ها شد. همین آقای صفوان مسلمان نشده بود، بعد مسلمان شد معلوم باشه. پیغمبر تو این وزیر جنگ بود، بهش گفتن اینکه صفوان تو هم دلت میخواد بیای جنگ حنین با ما؟ کافر بود، اونش کافر بود، گفت برای دلم میخواد. گفتن به ما زره هایی که به کفار میدادی که به جنگ ما میمدن حالا حاضری به ما قرض بدی؟ این خبر، این خبرها رو من جمعشون کردم معلوم باشه ها، شاید از 20 تا کتاب. این تیکه که الان دارم عرض میکنم این تو مستدرک الوسائل حاجی نوری به یه مناسبتی داره. به پیغمبر گفت، این عبارتش بود، اغصبن یا محمد میخوای به زور زره ها بگیری؟ پیغمبر فرمودن لا آریتون مغمونه. معرخین نوشتن 400 تا زره بودی و 400 تا زره اون روز خیلی قیمت بود. گفتن آریه، چون آریه درش زمان نیست هممون میدونیم، مگر با شر. پیغمبر فرمودن نه آریه، و من وامن که اگر یک زره از بین رفت من بدلش بهت بدم. این جنگ حنین آمد با پیغمبر. این اخلاق پیداش بکنید شما، لازم نیست حالا شما یه منصبی داشته باشید، نه من طلبه تو خونمون، تو همسایمون، تو مسجدمون، تو محرابمون، تو مدرسمون، تو ده جای دیگه ای ما آمد با پیغمبر. بعدم که آمد پیغمبر را دید، کرم پیغمبر، عفو پیغمبر، عدل پیغمبر، اخلاق پیغمبر، صدق پیغمبر، تواضع پیغمبر، این وردی اسلام آورد، یکی از مسلمانهای مخلص شده این آقای صفوان. این آدمی که پیر شده بود در کفر و پیر شده بود در اداء به رسول الله. یه قصه های دیگه هم داره صفوان که الان نمیخوایم صحبتش بکنم. واقع موضوع اینه که مشکل ما این شده که اسلوب پیغمبر در نماز، روزه، حج، خمس، زکات خیلی خوبه، اینا یاد گرفتیم ما مسلمان. این اسلوب دیگه پیغمبر را در دعوت عالم به اسلام، به اخلاق، به تواضع، به زهد، به واقعیت، این اسلوب را یاد بگیرن از پیغمبر. وقت این اسلوب شما بیارید پخشش بکنیم در دنیا، ببینید دنیا کجاش مسلمان نمیمونه. ببینید تو هند میتونید 10 سال تمام بت‌هاش خلاص بکنید یا نمیتونید؟ اخلاق پیغمبر بود. آش عباس قربی تو سفینه نوشته، توی یه ماده‌ای که الان یادم نیست کدوم ماده است، اما من خودم دیدم این را، توی یکی از کتابام من این نقل کردم، روز فقر پیغمبر روایت داره که آش عباس نوشته، نوشته پیغمبر اینقدر برگ درخت خوردن حتی تقرحت فمو، دهن پیغمبر همه مجروح شد. آدم دهنش که مجروح بشه شب تا صبح خوابش نمیبره معلوم باشه ها، تمامش قرحه شد و چرک میداد دهن مبارک پیغمبر. گفتم آش عباس اینو تو سفینه نوشته، توی ماده‌ای حالا یادم نیست که از صحابه است، به مناسبت اینجا نقلش کرده. این این روز فقرشون بود پیغمبر، روز غناشون هم روز موتشون بود. رئیس حکومت علی الاطلاق ما اون شخصیت، وقتی مردن زره مبارکشون پیش یه دونه یهودی گرو بود به 12 کیلو جو استعار حال عائلته. این همه روایات نوشن سنی و شیعه. اون روز فقرشون، اون روز غناشون. این اخلاقیات شما بیارید، کدوم بت پرسته که مسلمان نشه؟ کدوم یهودیه که دور پیغمبر جمع نشه؟
تو بحار داره و تو وسائل هم ظاهرا داشته باشه که عامه یهود اسلام بردن به پیغمبر. حالا شما یه یهودی سراغ دارید اسلام بیاره؟ عامه تو یهود، لفظ امام صادق اینه، اسلم عامه تو یهود. چطور شد اینا؟ تو قرآن هم چند تا آیه داره مربوط به اسلام یهود ها، همون یهودی های اونجوری. اینا سرش اسلوب و اخلاقیات پیغمبر راستی مدهش. شما همین رو روشنش بکنید، روشن در خودمون بکنید، من در خودم، شما آقا در آقا، آقا در آقا، هر کسی در خودش اخلاقت روشن کنه. حوزم بسیار حوزه خوبیه، واجبم هست تقدیر ازش، انشاءالله یه روزی هم دنیا رو فتح میکنه. اما ما خوب داریم و خوبتر، و خدا در دو تا آیه قرآن میفرماد یأخذوا بأحسنها. ما چند تا چیز که گفتیم به اینا حسن و احسن، احسنش را بگیرن. انشاءالله امیدوار هستیم که یه روزی بیاد که موفق بشیم همون اخلاقیات پیغمبر را در تمام دنیا نشر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.